سرخط خبرها. جزئیات تازه از بازداشت عماد شرقی، معاون هلدینگ سراوا در ایران. به گزارش یک شبکه خبری آمریکا، او ایرانی آمریکایی است. آمادگی برای آزمایش بالینی دومین واکسن ایرانی کرونا. وزارت بهداشت هشدار داده مردم تدابیر ایمنی را کمتر رعایت می‌کنند. محاکمه منتقد سرشناس پوتین فردای بازگشت به کشورش. بازداشت ناوالنی غرب و روسیه را درگیر جنگ لفظی کرد. و صعود با ویلچر از آسمان خراش 250 متری. فلج بودن مانع بلند پروازی ورزشکار هنگ کنگی نشد. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. شبکه خبری ام بی سی آمریکا گزارش داده که عماد شرقی، معاون بین‌الملل هلدینگ سراوا که ماه گذشته خبر بازداشت او در ایران منتشر شد، ایرانی آمریکایی است. خانواده آقای شرقی گفتند که 6 هفته است از او خبری ندارند. گفته شده که او بدون محاکمه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. چند روز مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ، ایران یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر را به جمع بازداشت شده های دو تابعیتی اضافه کرد، در حالی که بحث بازگشت دو کشور به تعهداتشان در توافق هسته‌ای و مذاکرات احتمالی بین آنها اوج گرفته. عماد شرقی، 56 ساله، شهروند ایرانی آمریکایی و معاون بین‌الملل هلدینگ سراوا. اینها تصاویری است که باشگاه خبرنگاران جوان از لحظه بازداشت او منتشر کرده. وبسایت‌های نزدیک به حکومت گفتند آقای شرقی در حین فرار و خروج غیرقانونی از ایران دستگیر شده. شبکه خبری NBC امروز جزئیات بیشتری از بازداشت او منتشر کرده. NBC میگوید بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی تنها چند هفته بعد از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا اتفاق افتاده و 3 روز بعد از ترور محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای و معاون وزیر دفاع ایران. خانواده عماد شرقی درباره بیخبری از او بیانیه‌ای منتشر کردند که NBC میگوید به دستش رسیده. ما فقط برای سلامتی و امنیت عماد دعا می‌کنیم. بیش از 6 هفته است که او بازداشت شده و ما هیچ اطلاعی نداریم که کجاست یا چه کسی او را بازداشت کرده. برای احتیاط و به خاطر امنیتش با رسانه‌ها صحبت نکردیم و قصد هم نداریم صحبت کنیم. باشگاه خبرنگاران جوان گفته عماد شرقی بعد از خروج سعید رحمانی، مدیرعامل سابق سراوا از ایران، از افراد کلیدی این شرکت به شمار می رفته. سعید رحمانی حدود 1 سال قبل از ایران رفت و رسانه‌های حوزه فناوری دلیل مهاجرتش را فشارها بر او گزارش کردند. اما رسانه‌های نزدیک به حکومت از آن با عنوان فرار از ایران یاد کردند. پرونده قضایی آقای عماد شرقی در ابتدای سال 1397 شکل گرفته و بر اساس پیگیری نهادهای قضایی هیچ گونه ارتباطی بین این پرونده با شرکت و مدیران سراوا وجود ندارد. ارتباط دادن خبر دستگیری ایشان به سراوا هدفی جز مغشوش کردن افکار عمومی و ایجاد جو ناامیدی در اکوسیستم کارآفرینی کشور ندارد. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت آقای شرقی نوشته که او معاون سابق این شرکت بوده. هلدینگ سراوا از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرده. دیجیکالا، کافه بازار، علی بابا و الوپیک از برندهای اصلی این هلدینگ هستند. عماد شرقی در فروردین 97 به اتهام جاسوسی بازداشت و بعد از 9 ماه آزاد شده بود. گذرنامه‌های او و همسرش بهار عمیدی که هر دو شهروند آمریکا هستند، توقیف شد و اجازه خروج از ایران را نداشتند. تعداد دقیق شهروندان دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند مشخص نیست. وزارت خارجه آمریکا بازداشت 3 نفر از شهروندانش را تایید کرده. به جز آقای شرقی، مراد طاهباز، سیامک نمازی و باقر نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی هستند که در ایران بازداشت شدند. باقر نمازی همکنون در بیرون از زندان در منزلش تحت نظر نیروهای امنیتی است. شورای امنیت ملی کاخ سفید و تیم جو بایدن هنوز به بازداشت عماد شرقی واکنشی نشان ندادند. اما NBC این نگرانی را مطرح کرده که این ماجرا ممکن است سیاست دولت بایدن برای تنش‌زدایی با ایران را دچار مشکل کند. فرین آسمی، BBC.
در آمریکا جو بایدن با وعده دگرگون کردن سیاست‌های دولت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. از جمله درباره ایران و توافق هسته‌ای، همان توافقی که خروج از آن از وعده‌های دونالد ترامپ در انتخابات قبلی بود و عمل به این وعده یکی از عمده‌ترین میراث‌های دولتش شد. حالا با قدرت گرفتن جو بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید و کنگره، سوالات زیادی مطرح است. در ادامه گزارش‌های ویژه این هفته بی بی سی فارسی، هادی نیلی از چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا می‌گوید. جو بایدن با وعده‌هایی به ریاست جمهوری رسیده که اغلب آنها خونسا کردن تصمیم‌های دونالد ترامپ است. درباره ایران و توافق هسته‌ای هم همینطور. از جمله نخستین چهره‌های کابینه آینده‌اش که از آنان رونمایی کرد، گروهی بودند که قرار است سیاست خارجی آمریکا را پیش ببرند. چهره‌هایی که نشان از امتداد کلی سیاست‌های باراک اوباما دارد. این تیم نشان می‌دهد آمریکا برگشته، آماده برای رهبری کردن جهان، نه عقب کشیدن از آن. یک بار دیگر نشسته بالای میز، آماده مقابله با دشمنانمان و نه پس زدن همپیمانانمان. جو بایدن در کارزار انتخاباتیش بارها گفت که دونالد ترامپ باید به دیپلماسی با ایران رو می آورد. از رئیس جمهور این 4 سال گذشته انتقاد میکرد که از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برجام کنار کشیده. توافقی که در ازای تعلیق برخی تحریم‌ها نظارت شدید و محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران گذاشت. برخی حامیان برجام که در این حال خواستار شدت عمل در قبال تهران بودند هم در این 4 سال منتقد سیاست دونالد ترامپ بودند. آنها حالا میگویند در این اوضاع جو بایدن بر سر ایران دست پری دارد. از جمله این مقام ارشد در دولت اوباما که بعد رئیس نهاد غیر دولتی متحد علیه ایران هسته‌ای شد برای افزایش فشار بر تهران. اما بعدتر که برجام سر گرفت از ریاست این مؤسسه کناره گرفت و از توافق حمایت کرد. لازمه دو طرف درباره یک برنامه برای اقدامات موازی توافق کنند که دو طرف همزمان عمل کنند تا به توافق هسته‌ای اولیه برگردند. مسئله دوم که دو طرف باید مذاکره کنند شرایط مذاکرات بعدیه. اینکه چه کسی در اون دخیل باشه. بایدن این ایده رو مطرح کرده که شاید بخواد کشورهای دیگه ای از منطقه رو هم بیاره در مذاکرات. مثلا عربستان سعودی یا امارات. دستور کار مذاکرات جدید چه خواهد بود؟ اینها مسائلیه که باید قبل از احیای برجام سرش توافق کنند. اما با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن و سیاست جدید، آیا تنش‌ها دست کم به قبل از دولت دونالد ترامپ برمی‌گردد؟ متغیرهای متنوعی در کار است و آمریکا تنها تصمیم گیرنده نخواهد بود. The more that Iran conducts provocations in the region, the more هرچه ایران بیشتر در منطقه رفتارهای تحریک‌آمیز انجام بده، همپیمانان آمریکا در منطقه بیشتر نگران میشن درباره تعهد ایران به توافق منطقه‌ای. به نظرم ایران در تعیین وضعیت خیلی مؤثر خواهد بود که فعالیت‌هاش رو در منطقه کمتر کنه یا بیشتر، چه از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایتش و چه با برنامه موشکیش. برای جو بایدن که میگوید هدفش ترمیم چهره آمریکا در عرصه بین‌المللی است، چند ماه نخست ریاست جمهوریش معلوم می‌کند چه اندازه می‌تواند برای تحقق این وعده‌ها عمل کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. چند خبر کوتاه. CPJ، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در نیویورک است، از مقام‌های ترکیه خواسته محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی را اخراج نکنند و به ایران برنگردانند. به گفته این کمیته، آقای مساعد دیروز در پیامی گفته پس از عبور از مرز و حرکت به طرف شهروان، پلیس مرزی ترکیه او را بازداشت کرده. او به خاطر نوشتن درباره قطع اینترنت در ایران در زمان اعتراض‌های آبان سال 98 به زندان افتاده بود. محمد مساعد یک بار هم در پی انتقاد از عملکرد دولت در مقابله با کرونا توسط سازمان اطلاعات سپاه احضار و بازداشت شده بود.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نگران حمله احتمالی بعضی از نظامیان اعزام شده به واشنگتن برای تأمین امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن هستند. پلیس فدرال در حال بررسی سابقه 25,000 سربازی است که قرار است این هفته در پایتخت آمریکا مستقر شوند. این نگرانی در پی شناسایی چند نظامی بازنشسته و مأمور پلیس در میان مهاجمان به ساختمان کنگره بیشتر شده. وزارت کشور کویت دستور داده ورود غیرقانونی 10 ایرانی بررسی شود. به گزارش یک روزنامه کویتی، این افراد دیروز در حالی که می‌خواستند از طریق بندر عبدالله به کویت بروند، توسط شهروندان و پلیس این کشور بازداشت شدند. وزارت کشور گفته باید روشن شود آنها چطور توانستند از مرز عبور کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده که هر شهروند کویتی نگهبان امنیت ملی محسوب می‌شود. ایران میگوید مجوز آزمایش بالینی دومین واکسن کرونا ساخت این کشور به زودی صادر می شود. وزارت بهداشت گفته این واکسن ساخت شرکت سرم سازی رازی است. همزمان مقام های وزارت بهداشت از کاهش رعایت دستورالعمل‌های ایمنی توسط مردم ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن است مجبور شوند بعضی از محدودیت‌ها را برگردانند. فاد مسیحا گزارش می‌دهد. اکثر شهرها همه برگ عبور دارن میان، ولی مشخص نیست برگ عبور کی به اینا میدن. از شمال تا جنوب تقریبا در حدود 40,000 نفر مسافر ورودی به استان و جزایر خشم و هرمز رو توی چند روز تعطیلی گذشته داشتیم. افزایش سفرها در تعطیلی های چند روز گذشته صدای خیلی ها را درآورده. طبق گزارش های رسمی ایران موج سوم کرونا را پشت سر گذاشته و شیب گسترش ویروس فعلا آرام تر شده، اما همه از مسئولان گرفته تا ساکنان شهرهای مقصد میگویند نکند این آرامش قبل از طوفان باشد. معاون وزیر بهداشت ایران گفته افزایش سفرها فاجعه است. ما الان نسبت به شرایط عادی سال گذشته، یعنی دی پارسال، آذر پارسال، فقط 5% تردد هامون کاهش پیدا کرده. یعنی انگار که 95% مردم اوضاع رو عادی میدونن و همون میزان در داخل شهر و خارج شهرها تردد میکنن. این نگرانی اصلی است. در هفته های گذشته بیشتر استانهای ایران از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شدند. اتفاقی خوب که البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت باعث شده مردم کمتر دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند. چه در مسافرت و دور همی و چه در نماز جمعه و عزاداری. روندی که اگر ادامه پیدا کند ممکن است به بازگشت دوباره محدودیت ها منجر شود. ما دوشنبه مجدداً جلسه هست تو این زمینه و مجدداً تصمیم گیری خواهد شد و قطعاً اعمال محدودیت های شدیدتری مجبوریم که انجام بدیم. نگرانی از شیوع موج چهارم کرونا از یک سو، چشمانداز نامشخص تزریق عمومی واکسن از سوی دیگر. ایران این روزها در حال آزمایش دو نوع واکسن کرونا است که یکی را خودش به تنهایی ساخته و یکی دیگر را با همکاری کوبا. امروز هم رسانه‌های ایران به نقل از مسئولان وزارت بهداشت از صدور مجوز برای آزمایش بالینی سومین واکسن خبر دادند. یک واکسن کاملا ایرانی دیگر. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اشاره رهبر ایران به واکسن آمریکایی فایزر و واکسن بریتانیایی آکسفورد است. واکسن‌هایی که برخلاف ایران خیلی از کشورهای دیگر برای خریدنش با هم مسابقه گذاشتند. مسابقه‌ای که سازمان بهداشت جهانی امروز گفته اگر به رقابت میان کشورهای فقیر و غنی تبدیل شود، جهان شاهد فاجعه بارترین فروپاشی اخلاقی تاریخ خواهد بود. فؤاد مسیحا، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. به گزارش یک شبکه خبری آمریکا، عماد شرقی، معاون هلدینگ سراوا در ایران که به اتهام جاسوسی حکم 10 سال زندان گرفته، ایرانی آمریکایی است. ایران میگوید مجوز آزمایش بالینی دومین واکسن کرونا ساخت این کشور به زودی صادر می شود. در ادامه این برنامه، صعود از آسمان خراش 250 متری با یک صندلی چرخدار. به دست
دستور قاضی آلکسی ناوالنی، معروفترین منتقد دولت روسیه، باید یک ماه در بازداشت بماند. محاکمه ی هفته ی آینده مشخص می‌کند که حکم 3.5 سال زندان آقای ناوالنی اجرا می‌شود یا نه. او یک روز پس از بازگشت به کشورش محاکمه شد. آقای ناوالنی دستگاه قضایی را به بیقانونی متهم کرده. او که 5 ماه پیش در روسیه مسموم شده بود، بعد از درمان در آلمان به مسکو برگشت. بازداشت او باعث تشدید تنش در روابط روسیه و غرب شده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. آلکسی ناوالنی، معروف‌ترین منتقد کرملین، تنها دقایقی بعد از اینکه پا در کشورش گذاشت. همسرش یولیا را برای خداحافظی می بوسد. به سوی آینده نامعلوم می رود. یولیا ناوالنی در فرودگاه در میان خبرنگاران و هواداران بدون همسرش. انقدر از آلکسی می ترسن که همه چیز رو بستن. همه پروازها به مسکو رو امشب متوقف کردن. این همه آدم رو ناامید کردن چون مردی به سرزمین مادرش برگشته. مسئله اصلی اینه که آلکسی امروز گفت نمی ترسه. منم نمی ترسم و از شما می خوام نترسید. خیلی ممنون از حمایتتون. البته قرار نبود هواپیمایشان در این فرودگاه بنشیند. هواداران در فرودگاه دیگری منتظر این زوج بودند. اما مقامات روس مسیر پرواز را تغییر دادند و هواپیما در فرودگاه دیگری فرود آمد. امروز آقای ناوالنی را برای محاکمه بردند. ویدیویی از او منتشر شده که نشان می‌دهد از بیقانونی گله دارد. من نمیفهمم که چرا محاکمه به جای دادگاه توی یک ایستگاه پلیس برگزار میشه. چرا به هیچ کس اطلاع ندادن؟ چرا احضاریه در کار نبود؟ من شاهد یک عالمه تمسخر عدالت بودم اینجا. امکان نداره. چیزی که اینجا داره اتفاق میفته بیقانونی در حد اعلاست. در بیرون دادگاه وکیل او پشت در است. میگوید کسی تا به حال اجازه ملاقات با او را پیدا نکرده. دستگاه قضایی روسیه میگوید آقای ناوالنی که پیشتر به اتهام اختلاس محاکمه و محکوم شده بود، شرایط حبس تعلیقی را نقض کرده. اما خود او میگوید به دلایل سیاسی برایش پرونده سازی کردند. مقامات روس میدانستند که بازداشت او برای این کشور دردسری خواهد شد در سطح بین المللی. می‌بینیم چطور یهو افتادن رو خبر دیروز درباره بازگشت ناوالنی به روسیه. در اظهار نظرهاشون که انگار با کاغذ کاربن از روی هم نوشتن میشه لذت رو دید. لذت، چون این قضیه ظاهراً به سیاستمداران غربی کمک میکنه که حواس شهروندانشون رو از بحرانهای عمیقی که نظام لیبرال داره پرت کنن. اشاره آقای لاوروف به این واکنش هاست. مایک پامپو، وزیر امور خارجه آمریکا، بازداشت او را نشانه ترس رهبر روسیه دانست. از تصمیم روسیه برای بازداشت آلکسی ناوالنی بسیار منقلب شدم. رهبران سیاسی با اعتماد به نفس از صداهای رقیب نمی ترسند. همچنین نیازی نمی بینند که علیه مخالفان سیاسی دست به خشونت بزنند یا آنها را به ناحق بازداشت کنند. چارلز میشر، رئیس اتحادیه اروپا، هم خواستار آزادی فوری او شد. وزیر خارجه بریتانیا اما واکنش تندتری نشان داد. رقت انگیز است که آلکسی ناوالنی قربانی یک جنایت هولناک به دست مقام‌های روسیه بازداشت شده است. او باید فوراً آزاد شود. روسیه به جای آزار آقای ناوالنی باید توضیح دهد که چگونه در خاک روسیه از یک سلاح شیمیایی استفاده شده است. اشاره وزیر خارجه بریتانیا به مسمومیت آقای ناوالنی با سم نوویچوک است. ماده‌ای که در سلاح شیمیایی استفاده می‌شود. از دوران شوروی سابق، بلایی که تنها 5 ماه پیش بر سر آقای ناوالنی آمد، در حین پرواز و در سیبری روسیه به کما رفت و بعد از چند روز کارزار بین المللی اجازه انتقال به آلمان را پیدا کرد. او گفت ماموران امنیتی روس مسمومش کردند. اتهامی که ولادیمیر پوتین مسخره کرد و گفت اگر می‌خواستند او را بکشند کار را نیمه تمام نمی‌گذاشتند. اما آقای ناوالنی دیروز در اقدامی غافلگیر کننده به روسیه برگشت. گفت به اجبار رفته بوده و حالا زمان بازگشت است. اعلام کرده بود که می‌خواهد در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت کند. اما باید دید فشارها باعث می‌شود از هدفش دست بکشد یا نه. پرهام قبادی،
بی بی سی. حرفای موجی یک برنامه تلویزیونی در ایران درباره پوشش کردها واکنش‌هایی را در پی داشته و بعضی اون رو توهین‌آمیز تلقی کردند. در برنامه در انتهای الوند که از شبکه دو پخش میشه، موجی از مهمان خواسته بود که درباره لباسی که پوشیده توضیح بده. این لباس چوپانی چیه تنتون؟ این لباس در عصر یادگار زمان کاوه آهنگار ضحاک ماربدوش، یعنی ما اینو به عنوان یک نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان همیشه میپوشیم. خیلی هم زیباست، خیلی زیباست. در واکنش به این برنامه، نایب رئیس مجلس خواستار رسیدگی رئیس سازمان صدا و سیما شده و گروهی از نمایندگان کرد هم در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های توهین‌آمیز درباره اقوام ایرانی شدند. فریبرز عزیزی هم که مهمان این برنامه بود، در یک پست اینستاگرامی از انتشار کلیپ کوتاه و به گفته او سانسور شده این برنامه، اون هم چند سال بعد از پخش اون، انتقاد کرده. فرن تقی‌زاده با ماست. فرن، تو چه واکنشایی رو دیدی؟ بله، واکنشا به این ویدیویی که بخشش رو نشون دادیم الان ما بسیار زیاد بوده از دیروز. واکنشای خود آقای عزیزی هم هستش که به این ویدیو، همونطوری که تو گفتی، آقای عزیزی گلایه کرده از اینکه ویدیو تقطیع شده منتشر شده. نه تنها این ویدیو از این برنامه که به لباس چوپانی اشاره میکنه مجری برنامه، که خود همین اشاره مجری به لباس چوپانی بسیار بحث برانگیز شد بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و اونها گفتن که حتی این نوع صحبت کردن توهینی هست به شغل چوپانی، علاوه بر این که این رو یک توهینی به لباس کردی و مردم سرزمین کردستان هم دونستن. البته در کنار این قضیه، آقای عزیزی یک فیلم دیگه ای رو هم بهش اشاره میکنه که اون هم باز بحث برانگیز شده بود. اشاره هستش به یک ویدیوی دیگه در برنامه دیگه از صدا و سیما که سال 98 پخش شده بود. اشاره میکنن در اونجا به اینکه زنان کرد نمیتونن صحبت کنن در جامعه و این رو هم آقای عزیزی تختی شده عنوان کرد و گفتش که حتی منظور صحبت‌ها در این برنامه این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده نیستش و منظور صحبت کردن زنان در محراب مسجد بوده. و کلن از نظر آقای عزیزی این تحقیل شدن ها هدفمند بوده تا بخوان یک اختلافی رو در جامعه علیه کردها ایجاد کنن و هدفمند بوده. از طرف دیگه بسیاری به این اشاره کردن که چرا لباس کردی اونقدر عادی سازی نشده. باز خود آقای عزیزی اومده یک بخشنامه رو در استوری اینستاگرام خودش و پستی در اینستاگرام خودش منتشر کرده و اشاره کرده به اینکه در سال 88 پوشاک مناطق کردنشین در فهرست نیازمندی های پاسداری فوری در میراث ناملموس ایران ثبت شده و هدف از این کار خودش که در برنامه‌های مختلف با لباس کردی حاضر میشه رو این دونسته که فراموش نشه این لباس و به نوعی عادی سازی بشه در نگاه دیگران. ولی کل قضیه این هستش که بسیاری از کاربران نگاه منفی داشتن به اینکه چرا در کردستان تبعیض وجود داره، چرا نسبت به کردها همچنان تبعیض وجود داره و کل قضیه کرد زبانها و کردنشینها و اونهایی که در این مناطق زندگی میکنن بحث برانگیز شده و سر و صدا بسیاری ایجاد کرده. حتی نایب رئیس مجلس هم به این مسئله توهین به کردها در صدا و سیما اعتراض کرده و از رئیس صدا و سیما خواسته که جلوی مسائل گرفته بشه و این ما هم از بینندگانمون خواستیم که در قالب یک ویدیو یا صدای یا عکسی برای ما اگر در مناطق زندگی میکنن که لباس محلی میپوشن اون رو برای ما بفرستن و بگن که در چه مراسم خاصی اونها میپوشن و آیا این لباس های مناطق خودشون رو بجز اینکه یک مراسم خاصی باشه پوشیدن، عادی سازی کردن برای خودشون و بقیه در شهر یا شهرهای دیگه یا نه. ممنونم ازت فرن تقی‌زاده. چند خبر کوتاه. در چین امدادگران میگویند 12 معدنچی که از یک هفته قبل پس از انفجار در یک معدن طلا گرفتار شدند هنوز زنده‌اند. نیروهای امداد دستخطی از این معدنچیان دریافت کردند که در آن نوشته شده تلاش برای نجات آنها را متوقف نکنند. آنها همچنین دارو و وسایل پانسمان درخواست کردند. سرنوشت 10 نفر دیگر که در این معدن در استان شاندون در شرق چین ناپدید شدند همچنان نامعلوم است.
ریچارد برانسون، مؤسس شرکت ویرجین، از اولین موفقیت در پروژه تجاری جدید خود برای انتقال ماهواره به فضا با هواپیما خبر داده. آقای برانسون گفته که در یک آزمایش موفقیت‌آمیز 10 ماهواره خیلی کوچک از طریق راکتی که از زیر بال یک بوئینگ 747 شلیک شد به فضا منتقل شدند. این بوئینگ را برای پرواز در ارتفاع بیش از 10.5 کیلومتری سطح زمین تغییر کاربری داده بودند. پلیس گواتمالا با استفاده از باتوم و گاز اشکاور جلوی حرکت کاروانی از هزاران مهاجر آمریکای مرکزی به سوی آمریکای شمالی را گرفت. این مهاجران در جاده‌ای در نزدیک مرز هندوراس شناسایی شدند. برآورد می‌شود که حدود 7000 مهاجر در روزهای اخیر وارد گواتمالا شده باشند. آنها امیدوارند که از گواتمالا به مکزیک و از آنجا به آمریکا بروند. در هنگ کنگ یک کوهنورد حرفه‌ای که از پایین تنه فلجه با صندلی چرخدارش از یک آسمان خراش به ارتفاع بیش از 250 متر بالا رفت. لای چیوای این کار رو با استفاده از یک طناب و با عزم و اراده آهنین انجام داد. گزارش فریاکل رو ببینید. از این ارتفاع سرگیجه‌آور لای چیوی ریز به نظر می آید. اما در مقیاس بزرگ از بیشتر آدم ها قوی تر است. خیلی ترسیده بودم. وقتی از کوه بالا میرم میتونم به صخره ها و شیار سنگ ها آویزون بشم. اما با شیشه تنها چیزی که میتونم بهش اتکا کنم تنابیه که ازش آویزونم. 10 سال پیش لای چیوی با ماشین تصادفی کرد که منجر شد از کمر به پایین فلج شود و تا جایی که امیدانست به حرفش به عنوان یک کوهنورد حرفه‌ای پایان داد. اما با گذشت زمان بر موانع ذهنی و فیزیکی غلبه کرد و حالا هیچ چیز جلو دارش نیست. میخواستم از چیزی بلندتر از کوههای هنگ کنگ بالا برم. میخواستم بالا رفتن من با ویلچر به واقعیت بپیونده و این همیشه آرزوم بوده. لای چیوی به نوک ساختمان نزدیک شده بود که مجبور شد از خستگی بایستد. تقریبا 700 هزار دلار برای بیماران قطع نخایی جمع کرد. یک هدیه بزرگ با پیامی قوی. بی محدودیت زندگی کن. فریا کول، بی بی سی نیوز. اثری که گرونترین کار هنری جهان لقب گرفته در ایستگاه قطار گراند سنترال در نیویورک به نمایش گذاشته شده. این اثر که داوینچی بدهی نام گرفته به مزل بدهی کمرشکن دانشجویان در آمریکا می‌پردازد. خود این اثر از 2600 مدرک واقعی فارغ التحصیلی تشکیل شده که دانش آموختگان از سراسر آمریکا ارسال کردند. با احتساب هزینه میانگین 180 هزار دلار برای 4 سال تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا، ارزش نمادین این کار 470 میلیون دلار برآورد شده. گرانترین اثر هنری تاریخ تابلوی نجات بخش جهان از لئوناردو داوینچی که آخرین بار به قیمت 450 میلیون دلار به فروش رفت. مجموعه بدهی دانشجویان و دانش آموختگان آمریکایی که برای تحصیل وام گرفتن 1700 میلیارد دلاره. ممنون که با ما همراه هستید.